سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به همانندی های شبه نظامیان واگنر با شبه نظامیان سپاه قدس پرداختیم. طباطابی که شورش نافرجام شبه نظامیان واگنر به رهبری اوگنی پریگوژین در پایان هفته گذشته در روسیه و در جهان پدید آورد کم و بیش بی سابقه بود. کارشناسان و تحلیلگران هنوز درباره پیامدهای این شورش نافرجام نظرپردازی می‌کنند. بسیاری از دولت‌های جهان سرراست یا از طریق رسانه‌های رسمی و مطبوعات غیر رسمی به این شورش واکنش نشان دادند. واکنش گسترده مطبوعات ایران در این باره دور از انتظار نبود، زیرا جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیک با دستگاه حکومتی پوتین دارد و از سوی دیگر نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه نظامی سیاست‌های برونمرزی جمهوری اسلامی است، همانندی‌های آشکار با شبه نظامیان واگنر دارد. یکی از واکنش‌های خواندنی مطبوعات ایران به شورش یک روزه شبه نظامیان واگنر واکنش روزنامه جمهوری اسلامی بود. به نوشته این روزنامه شورش واگنر نشان داد آدمکش‌ها و اراذل و اوباش هرگز قابل اعتماد نیستند و پشتوانه واقعی حکمرانان فقط مردم هستند، کما اینکه توپ و تانک و تجهیزات نظامی نیز اگر با پشتوانه مردمی همراه نباشند ارزشی ندارند و کاری از آنها ساخته نیست. در درستی این سخنان شکی نیست، اما جا داشت نویسنده به همانندی های شبه نظامیان واگنر با شبه نظامیان سپاه قدس نیز اشاره ای می کرد. چند ویژگی سپاه قدس را از زبان کارشناسان خودی و غیر خودی آن بازگو می کنیم. این سپاه در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شد و وظیفه آن در آغاز پشتیبانی نظامی از کردها برای تضعیف ارتش صدام حسین بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق این نیرو به کمک احمد شاه مسعود نخست در جنگ او با نیروهای شوروی و سپس با طالبان شتافت. گزارش هایی در دست است که در جنگ بوسنی سپاه قدس از مبارزان مسلمان بوسنیایی حمایت میکرد. دامنه فعالیت های این نیرو در بیرون از مرزهای ایران به ویژه در عرصه نظامی روز به روز گسترده تر شد، چنانکه رفته رفته در کشورهای خاورمیانه به ویژه در عراق، سوریه و لبنان نفوذ چشمگیری یافت. این نیرو زیر پوشش فعالیت‌های هنری و فرهنگی به فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی نیز می‌پردازد. گفته می‌شود سپاه قدس خودمختار است و درباره چند و چون فعالیت‌هایش در بیرون از مرزهای ایران خود تصمیم می‌گیرد. این نیرو در بسیاری از عملیات تروریستی در جهت پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست داشته است. کارشناسان از این نیرو زیر عنوان بازوی نظامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. این نیرو در خارج از ایران فعالیت اقتصادی و مالی نیز دارد. بستن قراردادهای تجاری، پولشویی به ویژه برای مقام‌های حزب الله، قاچاق اسلحه به عراق و یمن، فروش نفت ایران به سوریه را از جمله فعالیت‌های غیرقانونی تجاری و مالی آن می‌دانند. سپاه قدس سهم بزرگی در حفظ دولت بشار اسد در سوریه داشت. در سرکوب خونین معترضان سوری همدست نیروهای نظامی و امنیتی دولت سوریه بود و مانند آنها متهم به جنایت جنگی است، چنانکه در شهریور 1390 اتحادیه اروپا نه تنها کلیت این نظام بلکه فرماندهان آن از جمله قاسم سلیمانی و حسین همدانی را
در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اردیبهشت همان سال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را به اتهام همدستی با نیروهای امنیتی سوریه در کشتار معترضان سوری تحریم کرد. گروه شبه نظامی واگنر چنان که پیش از این گفتیم همانندی‌های آشکار با سپاه قدس دارد. این گروه بازوی نظامی سیاست خارجی روسیه در سوریه و در چند کشور افریقایی است. در کشورهایی که روسیه برای پیشبرد سیاست‌هایش نمی‌تواند از واحدهای ارتش خود استفاده کند، این وظیفه را به عهده شبه نظامیان واگنر واگذار می‌کند. از مأموریت‌های مهم این گروه می‌توان به شرکت آن در جنگ داخلی سوریه، حمله روسیه به اوکراین و شرکت در جنگ دونباس یاد کرد. شبه نظامیان واگنر نیز مانند سپاه قدس متهم به خیانت جنگی هستند. دولت‌های غربی این گروه را بارها به جنایت جنگی و نقض حقوق بشر متهم کردند. گروه واگنر نیز مانند سپاه قدس در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. اتحادیه اروپا از سال 2021 و ایالات متحده آمریکا از ژانویه 2023 گروه واگنر را یک سازمان جنایتکار بین‌المللی می‌شناسد. وابستگی گروه واگنر به وزارت دفاع فدراسیون روسیه حقیقتی انکارناپذیر است. واگنر شاخه‌ای از وزارت دفاع روسیه است. تجهیزات و امکانات آموزشی آن را وزارت دفاع فراهم می کند. استفاده از این گروه در عملیات برون مرزی روسیه در درجه نخست با هدف کاهش تلفات انسانی نیروهای نظامی روسیه انجام می گیرد. گروه واگنر به ابتکار اوگنی پریگوژین از نزدیکان پوتین در 2014 تشکیل شد. این گروه نیز مانند سپاه قدس فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی در بیرون از مرزهای فدراسیون روسیه دارد و بیشتر فعالیت‌هایش را به نام شرکت امنیت خصوصی واگنر انجام می‌دهد. در سال 2020 اتحادیه اروپا گروه واگنر و نیز 8 فرد و 3 شرکت مرتبط با آن را تحریم کرد. در دسامبر 2021 نیز اتحادیه اروپا اعلام کرد که این گروه در کشورهای گوناگون از جمله لیبی، سوریه، اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی دست به غارت منابع طبیعی، خشونت، ایجاد ترس در میان غیر نظامیان با زیر پا نهادن حقوق بین الملل زده است. اعضای این گروه متهم به شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در کشورهای مالی، لیبی، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و اوکراین هستند. یکی دیگر از فصل مشترک‌های سپاه قدس با گروه واگنر ترکیب اعضای آنهاست. در هر دوی آنها اراذل و اوباش حضوری فعال دارند و به نوعی هسته مرکزی آنها را تشکیل می‌دهند. درباره اراذل و اوباش گروه واگنر بسیار سخن گفتند. بخشی از آنان جنایتکاران حرفه‌ای‌اند. بیشتر آنان در زندان‌های روسیه به خدمت گروه واگنر درآمدند و یک راست به میدان‌های جنگ فرستاده شدند. اراذل و اوباش سپاه قدس نخستین بار در یگانی به نام یگان ویژه فاتحین گرد آمدند. این یگان در سال 1391 با تصمیم محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه به یکی از زیر مجموعه های سازمان رزم سپاه تبدیل شد و نخستین یگان از یگان های رزمی سپاه بود که وارد سوریه شد. در سال 2018 چندین ویدیو از حضور اشرار در نیروهای یگان فاتحی منتشر شد که بعضی از آنان به نام هانی کرده از اشرار شناخته شده بودند.
درباره همانندی گروه واگنر و سپاه قدس به همین مختصر بسنده می کنیم. نتیجه‌ای که از این مختصر می توان گرفت این است که به تعبیر نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی، پشتوانه واقعی حکمرانان ایران نیز مانند پوتین مردم نیستند.